خوش آمد میگیم باز به شما. برای این جلسه همینطور که اطلاع رسانی شد درس جدید رو نمیدیم، بهش نخواهیم پرداخت، بلکه بررسی آزمون قلمچی 23 مهر ما رو با هم بررسیش میکنیم. میخوایم بررسیش بکنیم دیگه، نمیخوایم با سرعت تستا رو جواب بدیم. میخوایم برای اینکه گزینه صحیح رو انتخاب میکنیم راهکارها و دلایلش هم مطرح بشه، بنابراین احتمال داره زمان هم ببره. پس امروز ما بررسیمون بررسی آزمون قلمچی 23 مهر هستش که در حقیقت یک ارتباطی هم به مباحث قبل ما در ارتباط با اقسام کلمه و اعداد دارد و مقوله ترجمه هم که در جای خودش هست. خب آزمون 23 مهر 1400 قلمچی پایه 12، بریم برای تست اول. میگه که تعیین کنید مناسب ترین رو برای جواب در ارتباط با ترجمه یا عربی، برگردان به عربی یا ترجمه کردن جمله عربی. خب در این عبارت در موضوع ترجمه قبلا هم اشاره شد، گفتیم یه اصلی، یک فرمولی، یه مخففی داریم به عنوان فزجمن، یعنی چیزهایی که بهش توجه شود. باز اینجا من یادداشت کنم، این مورد اصلی هست که معمولا در ترجمه بهش توجه میشه. خب این ف رو گفتیم نشانه فعل، ز نشانه ضمیر هست، جیم جمع بودن و مفرد بودن کلمات مطرح هستند، میم معرفه بودن، نونم نکره بودن. این مورد شاکله اصلی موضوع ترجمه است. اما در بخش مکمل ها خب موارد دیگری هست که به این فرمول اصلی اضافه میشه. مثلا خب اعداد میتونن مطرح باشن، موصوف صفت میتونه مطرح باشه، مضاف مضاف الیه میتونه مطرح باشه تو مقوله ترجمه و رعایتشون. اصل ترتیب کلمات همان گونه که هست اون ترتیب رعایت بشه، فقط با اون تفاوتی که در فارسی و عربی هست که فعل ها در زبان فارسی انتها میان، در زبان عربی ابتدا میان و بحث موصوف و صفت و مضاف الیه هست که کنار هم میان. عربی و فارسی یک جابجایی درش صورت میگیره، اما اصل ترتیب کلمات در سایر موارد رعایت میشود. این خیلی مهم هستش. حذف اضافه کلماتی هستن که نیستن اصلا تو اون جمله ولی میبینید آورده شده، یا هستن اصلا اونها به کار برده نشده است. به این موضوعات باید توجه بکنید. خب نگاه کنید بچه ها، در جمله اول ربنا آتنا، خب این یک فعله، یک فعل امره که باید بهش توجه کرد. این نایی که اومده ضمیر باید توجه کنید. خب فی دنیا حسنه، فی الاخره حسنه، یه ترتیب دیگه. حالا حسنشو میتونه تکرار نکنه ولی در دنیا و آخرت و در آخرت این باید رعایت بشه. غنا باز یک فعل امره و یه ضمیر هم همراهش داره. به استناد همین موارد بریم ببینیم چگونه هستش. در گزینه یک پروردگارا که درسته در خب گفته در آخرت و در دنیا، نگاه کنید بچه ها، در آخرت و دنیا، در صورت که دنیا و آخرته، خب این گزینه حذف شد دیگه، به موارد دیگه‌اش هم نگاه نمی کنیم، رعایت ترتیب صورت نگرفت. پروردگار رو در دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی بده و ما را از عذاب آتش نگهدار. هر چی که می‌خوایم در این گزینه دو آمده است، پس بنابراین گزینه دو رو ما انتخابش می‌کنیم. گزینه دو گزینه صحیح است. تمام موارد فعل‌ها و ضمیرها، فعل رعایت رعایت ترجمه فعل ها و ضمیر ها و اصل ترتیب کلمات، این در این مجموعه گزینه دو رعایت شده است. اما بریم برای گزینه سه. ای خدای ما در دنیا و آخرت به ما خوبی عطا کن، تا اینجا ما مشکلی نداریم، و مرا در صورتی که خب
ظاهرا این کلمه کار نمیکنه. مداد روش ببینیم که فسفوری میتونه کار کنه یا نه. نه. خب دیگه من مجبورم توضیح بدم چون قلم اینجا کار نمیکنه مثل که. و مرا این مرا گفته در صورت که اونجا قنا یعنی ما را. این هم غلط هستش. این غلط هست. و بعدی هم خدایا در این دنیا. خب این یک واژه اضافه است. در صورت که بالا نگفته این دنیا، گفته در دنیا. اینا موارد اضافه است. پس گزینه دو رو انتخابش خواهیم کرد. ای کاش اینم خط میخورد که مشخص میشد چه هست. خب بریم برای امروز. مثل که تخته یه مقدار با مشکل مواجه شده و نشان نمیده بعضی از قسمت ها. شماره دو، من ابتدای جمله آمده است بچه ها. این من اول جمله اومده. خب منی که اول جمله میاد چی میتونه باشه؟ یا شرطیست یا استفهامی. که هیچ کدوم از موارد شرط نکرده است. یعنی نگفته از هر کس. ضمنی که اگر شرط بکنه جمله باید کامل بشه، یعنی فعل شرط جواب شرط بیا جمله رو کامل کنه. اما اگر ما بخوایم معنای شرطی بکنیم جملهمون ناقص میمونه. حتی معنای موصولی هم که به معنای کسی هست رو انجام بدیم جملهمون جمله کاملی نیست. کسی که باران ها رو از ابر ها فرو می آورد و بیرون می کند از شاخه های درختان میوه هایی را که دارای رنگ های مختلفه. خوبی کیه؟ کسی که جمله رو ناتمام گذاشته. هر کس بازم همینگون. پس معلوم میشه این من استفهامی هست، من پرسشی هست. من پرسشی رو ما در این گزینه‌ها داریم، چه کسی چه کسی. این دوتا رو ما میتوانیم بهش بپردازیم. حالا بین این دوتا انتخاب کنیم. یک میگه چه کسی باران ها را از ابرها فرو میفرستد، اما در چهار میگه چه کسی است که باران ها را از ابرها فرو فرستاد. فرو فرستاد، در صورت که در اینجا شما ملاحظه میکنید که یونزلو یه فعل مضارع است و فرو فرستاد یک فعل ماضی هست. بنابراین کدوم گزینه صحیح میشه بچه ها؟ گزینه یک. آفرین به شما که بعضیاتون هم پاسخ رو دادید. گزینه یک رو انتخابش میکنیم و می نویسیم من استفهام هست. این از این. و یونزلو مزاره هست. مزاره که گزینه چار هست شد. دو گزینه دیگه هم که قبلا هست شده بود کسی و یکی هم که اصلا کسی ندارد در گزینه من اصلا ترجمه نشده است. خب گزینه یک رو انتخابش کردیم. بریم برای شماره سه. هناک انعامون. حتما دقت داشته باشید هناک ابتدای جمله می آید و بیشتر در نقش خبر هستش، دیگه به معنای آنجا ترجمه نمیشه بلکه به معنای وجود دارد ترجمه میشه. خب نگاه میکنیم بچه ها، آنجا این گزینه رو خط میزنیم دیگه معنای آنجا رو نداریم. وجود دارد رو ما نیاز داریم که در این دو گزینه هستش. پس خوناک انعام، این دوتا رو بهش توجه میکنیم. وجود دارد و اینجا داریم و وجود دارد و اینجا داریم. بین این دوتا میخواییم بررسی بکنیم. نعمتهایی وجود دارد که در آنها تأمل میکنیم و خدا را با آنها میشناسیم و از آن جمله خورشیدی است که پاره آتشش فروزان است. خب نگاه کنید این فعلمون نتعمل و زمیرامون، فعلامون، زمیرامون، زمیرامون، زمیرهایی که آمده، اینها بوده نبود زمیرها تو ترجمه خیلی مهم هستن. خب بین این دوتا میخواییم انتخاب کنیم. در شماره چار چی میگه؟ نعمتهایی وجود داره که در آن تأمل کرده، در صورت که نتعملو فعل مضارع است و این غلط هستش. ضمنی که در اینجا جزوتها داره، اینجا میگه پاره آتش، در صورت که باید این ضمیر ترجمه بشه. پس بنابراین گزینه دو رو انتخابش میکنیم. مواردی که به ما کمک کرد دیگه این که هناک ابتدای جمله و در نقش خبر به معنای وجود دارد، به معنای وجود دارد میاد. خب استناد این مطلب دو و چهار باقی ماند.
بعدم فعلا مونن دیگه، نتعمل و مزاره است. و ها در جزوتها ها این ضمیر هم باید بهش توجه بشه. فعل ها، ضمیر ها، این ها مواردی است که باید بهش دقت کنیم. گزینه دو رو انتخابش میکنیم بچه ها. خب بریم برای تست بعدی. توی عربی 11 آخرین درستون افعال ناقصه است، کانه، ساره، لیسه، اسبهه، و اینها یه ترجمه خاصی براش شده دیگه. الان ما اینجا ساره رو داریم. ساره بچه ها چه معنایی داره؟ کی میدونه معنای ساره چیه؟ آه شد. یه دیگه چی معنایی داره؟ شد یا گشت. آفرین، شد یا گشت. خب بریم ببینیم شد و گشت رو کجا داریم. نگاه میکنیم ساره اینجا گشت داریم، اینجا شد داریم. پس بین این دوتا ما باید انتخاب کنیم. این گزینه های دیگه حذف شوند. اینا حذف شدن. مون 2 و 4. خب دیگه در شهر ابراهیم تنها گشت، لذا تبری برداشت و به پرستشگاه برگشت و تمام بت‌ها را تمام. مگه ما بالا تمام داریم؟ اینجا کل الاصنام داریم، یعنی همه بت‌ها، نه تمام. این تمام اینجا اومده، ببخشید این رو پس انتخاب، مشکلی نداریم برای تمام. این تمام بوت ها مشکلی نداریم، کل الاسنام. اما بریم ببینیم که در اون شد چی داره. در گزینه 4 میگه در شهر ابراهیم تنها شد، لذا تبری را برداشت و به عبادتگاه برگشت و تمام آن بوت ها را. اینجاست که این آن اومده و این غلطه. تمام بوت ها مشکلی نداشت. خب پس این هم درست هستش انتخاب، و در گزینه 4 غلط هست. گزینه انتخابی ما گزینه 2 خواهد بود. مواردی که به ما کمک کرد، یکی معنای ساره بود، معنای ساره که به معنی شد یا گشت، این از این. یکی هم کل الاصنام، تمام بت‌ها، این هم از این که گزینه دیگرمون رو خط زد. گزینه 2 انتخاب شد. خب بریم برای شماره 5. اینجا هم یک موضوع فرمولی اومده که باید بهش توجه کنید. بعد از کانه اگر لام بیاد، بعد از کانه اگر لام بیاد، یا بعد از کانه اگر انده بیاد، به معنی داشت هست. داشت دیگه، لام رو به معنی برایه یا کانه رو به معنی بود معنا نمی کنیم. پس اینجا من می نویسم کانه به علاوه لام مساوی با داشت. اگر این مسئله رو بهش توجه کنیم، این گزینه یکی از برای استفاده کرده غلط هست. بریم سراغ گزینه‌هایی که از واژه داشت یا داشتن استفاده شده است. خب باز اینجا متاسفانه مشخص نمی شود. خب گزینه 2 و 3 رو انتخابش میکنیم. در این گزینه هم که روشی بود، اینم غلط هستش. گزینه 2 و 3 داشتند. بین 2 و 3 میخوام انتخاب کنیم. برخی ملت ها در قرن های نخستین روشی داشتند که به وسیله آن خدایان خود را، خدایان خود را، خدایان خود را میپرستیدند تا شر خدایان از آنها دور شود. و در گزینه 3 میگه در قرن های نخستین بعضی ملت ها روشی داشتند که به وسیله آن خدایانی را. خب باز ملاحظه میکنید در اینجا میگه خدایان خود را، که معبودات یه اسم نکره است و بسیار جمع اومده و ضمیری هم همراهش نیست. بنابراین اینجا خدایانی
درست هست که آماده است و گزینه 3 رو انتخابش میکنه. پس یکی کانه به علاوه لام شد به معنای داشت و دیگری هم معبودات هست که به صورت جمع و نکره اومده. فزج من از جمع بودن و نکره بودن استفاده کرده. گزینه 3 انتخاب می شود. آفرین به شما که دارید گزینه ها رو تعیین می کنید. خب بریم برای شماره بعدی تعیین کنید صحیح رو. خب در گزینه 1 ما این واژه رو داریم. الیوم کتبت بیتین اثنین. خب بیتین اثنین، اثنین عدد شمارشی هست. عدد شمارشی یعنی باید بگید 1 2 3 4 5 6. اما چی معنا کرده؟ گفته بیت دوم، در بیت دوم. این که غلطه، این گزینه حذف شد. مورد بعدی ما اجمل است بر وزن مفعله. خب اینو قبلا هم اشاره کردیم که بر وزن مفعله که میاد تعجبی هست، یعنی از واژه چه استفاده میکنیم، چه زیباست، چه زشت است، چه زیاد است، به این شکل استفاده میشه. خب گفته شنیدن نغمه های پرندگان بر روی شاخه ها چه زیباست. خب ما در این مورد ایرادی رو نداریم و همین گزینه 2 رو انتخابش میکنیم. ما اجمله صیغه تعجبه، از واژه چه استفاده میشه و کلمات دیگرمون هم همه درست ترجمه شدن. جمع های مکسری که وجود داره، جمع های مکسر هم صحیح ترجمه شدن. اصوات، طیور، اقسام همه به شکلی که باید ترجمه شد. همین گزینه 2 انتخاب کنید. اما در شماره 3 نصب و فلیوم الخمیس. خمیس یعنی روز پنجشنبه. خمیس میشه پنجشنبه، احد میشه یک شنبه، سبت میشه شنبه. اینجا گفته که در روز پنجم و این غلطه. خمیس رو که خب ما کاری بهش نداریم، اینجا علامت میزنیم، اما در اینجا گفته روز پنجم و این غلط هستش، این غلطه. و اما در 4 گفته که هذه قصون النظره. دقت داشته باشید بچه‌ها، بعد از اسم اشاره اگه اسمی اومد الف لام داشت، خب اون مرتبط به همون اسم اشاره است، یعنی پیوند خورده به اون، حالا یا صفتش هست یا نشانه دیگری به نام عطف بیان. اما اگه بعد از اسم اشاره اسم نکره اومد، اون اسم اشاره مبتدا است، قصون هم میشه نکره، یعنی بس یک جمله کامل رو شما باید داشته باشید. اما در اینجا نگاه کنید، بذارید من این رو علامت بزنم، حاضهی، اینم قصون، اینم نظره. اینجا می نویسم، این میشه مبتدا، این میشه خبر، اینم میشه صفتش. خب مبتدا خبر خودش یه جمله کامله، باید جمله رو تکمیل کنه. اما میگه این شاخه های تر و تازه، جمله رو ناقص گذاشته، این جمله ها، این شاخه های تر و تازه، در صورتی که باید بگه این شاخه ها تر و تازه هستند، تر تازه هستند. خب پس این هم غلط هستش. گزینه 4 هم گزینه خطا شد. گزینه 2 رو انتخابش کرد. بریم برای شماره بعدی، باز هم گزینه صحیح رو میخواد. المؤمنون یعملون لآخرتهم کأنهم یموتون غدا. میگه که مؤمنان برای آخرتشان چنان کار میکنن، کلمات اضافی آورده شده، کلمه اضافی است، چنان، کلمه اضافی. یعنی توی جمله ما نداریم المؤمنون یعملون لآخرتهم کأنه، که معناش هم آورده به معنی گویا یا مثل این که، این ذکر شده، کلمه اضافی آورده، این گزینه غلطه. اما در شماره 2 هاولاء فائزاتون، باز دقت می‌فرمایید که در اینجا هاولاء و بعد فائزات الف لام نداره، پس این هاولاء میشه مبتدا، فائزات هم میشه خبر. مبتدا و خبر خودش یه جمله کامل هست، باید به صورت یه جمله مستقل و کامل ترجمه شود. ببینیم این کار کرده، میگه اینها برندن. ببین کامل معنا کرده، برای اینکه لن لهن آنها، ببین ضمیر ها به درست ترجمه شده، قایا
قایاتون عالیه، اهدافی بلند دارن، اهدافی بلند، نکره بودنش رعایت شده، جمع بودنش رعایت شده، همه موارد رعایت شده، گزینه دو رو انتخابش میکنید. اما در گزینه سه گفته که هازا ظلم للعباد، باز همون موضوعی که در بالا اشاره کردیم، هازا الان و اینجا ظلم. اگر الف لام می داشت خب تابع هازا بود، یعنی جمله کامل نبود، اما در اینجا هازا باز مبتداست، ظلم که الف لام نداره میشه خبر، اینجاش باید کامل باشه، یعنی خودش جمله مستقل باشه، اما در اینجا گفته این ستم بر این ستم بر بندگان را، اینم غلطه، این ستمی است بر بندگان خداوند، بر بندگان به این شکل باید ترجمه بشه. خب اینم غلط هستش. اما در شماره 4 بچه ها جاعه رو ببینید، جاعه هر موقع فعلای لازمی مثل جاعه، مثل ذهب رو دیدید، تا انتهای جمله نگاه کنید، شاید یک بی اومده باشه، اگر اون بی بیاد فعل لازم رو به متعدی ترجمه میکنیم. مثلا جاعه به معنای چیه بچه ها؟ جاعه به معنای آمد هست، وقتی به میاد میشه آورد. ذهبه رفت، وقتی برو میآوری میشه برد. عطا هم همینطور آمد، بکه میاد میشه آورد. حالا این جا است و بعد جلوتر که میریم یه ب داریم، جا ب، جا ب، این متعدی میشه، یعنی متعدی است، متعدی هست و به معنای آورد. اینجا می نویسیم جا عبه به معنای آورد، اما اینجا از اصطلاح آمدن استفاده کرده، باید می گفت چی؟ بسیاری از پیامبران با دلایلی، با دلیل نمی خواد، بسیاری از پیامبران برای هدایت اقوامشان، قومهایشان، دلایل آشکار را آوردن، دلایل آشکار را آوردن، دلایلی آوردن. خب اینم از این که غلط هست و خطش میزنیم، این رو خط زدیم، اینو خط زدیم، گزینه دومون رو انتخابش کردیم. خب بریم برای شماره بعدی. آیا میدانی که مورچه میتواند؟ تا اینجا قضیه ما هیچ مشکلی نداریم، آیا رو داریم که این ا یعنی آیا، ا یعنی آیا، حل و حل یعنی آیا، بعد میدانی رو داریم، میدانی، 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 این ستای اول مذکر و آخری میدانی مؤنث هستش. نمل، نمل، نمله، نمله، اینا هم مشکلی ما نداریم. تقدیر و تستیستتی و تستتی و تقدیر و تقدیر و بازم مشکلی نیست، همینا به معنای میتوانی هست. اما میریم بچه ها این جمله تماما به محضی که کاملش رو نگاه میکنیم یه مرتبه به واژه عددی برخورد میکنیم، 50 بار، 50 مرتبه. خب اگر 50 بار هست، اینجا میگه خمس، اینجا میگه خمسه عشر، اینم خط میخوره، میمونه این دوتا که چی هستن؟ این و این. خب این دوتا درستن، یعنی دو و سه، منتها در اینجا میگه 50 بار، در گزینه دو میگه 50 نمله، این نمله دیگه اشتباس، مره باید گفته بشه، 50 مره. این درست هست، گزینه سه رو انتخابش میکنیم، گزینه سه انتخاب میشه، تمام موارد برگشت به همون 50 بار، 50 بار یعنی 50 مره، همین رو انتخابش میکنیم، گزینه سه، گزینه دیگه همه غلط هستن. خب بریم برای شماره بعدی که یک متن هست. خب در این متن چی گفته؟ من دیگه ترجمهش رو سریع میگم که شما ببینید چی میخواد و بعد گزینه‌هاش رو بررسی بکنیم. میگه به حساب میآید خورشید بزرگتر و بزرگترین و نزدیکترین ستاره به کره زمین، جزو این مجموعه به حساب میاد و
دور از خورشید از زمین با این مسافت، یعنی 149 میلیون و 146 دهم میلیون. اینا رو عددها رو بچه ها توی متن حتما بهش توجه داشته باشید. کیلومتر این از این، مثل باقی ستارگان همان خورشید، مسلما خورشید تشکیل می شود بیشترش از هیدروژن و هلیوم. پس بیشترش تشکیل شده از چی؟ تشکیل می شود بیشترش از هیدروژن و هلیوم. اینا رو بهش دقت بشه، به طوری که تشکیل میشه هیدروژن. هیدروژن از چقدر تشکیل شده؟ 74%. سپس میگه که تبدیل میشه ذرات هیدروژن به هلیوم به خاطر تولید نیرو. از دست میده خورشید در خلال واکنش ها، تفاعلات، واکنش های هسته‌ای در قلبش، در درونش، اون چی که نزدیک است به 600 میلیون تن، در به طوری که نزدیک به 600 میلیون تن در هر ثانیه از مادهش رو از دست میده. و از این واکنش ها حرارتی در مرکز هسته به وجود میاد که میزان درجهش 15 میلیون درجه سانتیگراد هستش. 15 میلیون درجه سانتیگراد حرارت شد. علی‌رغم میگه این ارقام خیالی و دور از ذهن که ذکر شد درباره حرارت خورشید، میدانیم که آنچه که به زمین از حرارت میرسه نیست مگر مناسب برای زندگی، و این همون حکمت خداوند است و فضل اون است، برای فضل و عنایت خداوند است نسبت به بشریت. و اگر حرکت میکرد خورشید اندکی به سمت زمین، یعنی نزدیکتر میشد به سمت زمین، منقرض میشد زندگی و آتش میگرفت زمین. بلکه خداوند پاک و منزه کسی است که آفرید هر چیزی رو به اندازه، به میزان خودش. خب این کل داستان این مجموعه است. حالا در سوال 9 میگه تعیین کنید سعی رو بر اساس مد. اولی میگه حرارت خورشید در مرکز هسته مناسب برای زندگی است. اصلا مناسب نیست، اونم در مرکز. این غلطه، این گزینه خطا است. گزینه 2، برای تولید نیرو تبدیل میشه همه ذرات هیدروژن به هلیوم، همش ندیگه، اینم غلطه. و سوم، حرارت خورشید بر سطح اون میرسه به 15 میلیون درجه سانتیگراد، در مرکز بود نه در سطحش، اینم غلطه. و میریم برای گزینه 4 که گفته نه، هلیوم به اصطلاح نزدیک تقریبا به تشکیل میشه از تقریبا 25% از ماده خورشید. خب اگر 74% هیدروژن باشه تقریبا 26% هم میمونه، نزدیک همون 25% که گفته میمونه برای هیلیوم. خب همین گزینه صحیح هستش، گزینه 4. و مورد بعدی گفته که چه اتفاقی میفته در خلال واکنش های هسته‌ای خورشید. گزینه خطا رو میخواد بچه ها، حتما دقت کنید که گزینه خطا رو میخواد. خب اولی میگه تزیید الماده فی مرکز نواه تدریجی، اضافه میشه ماده در مرکز هسته به صورت تدریجی. و این غلطه، یعنی این بحث رو ما نداشتیم. همین گزینه خطا هستش. گزینه 1 رو انتخاب کنید به عنوان گزینه خطا. اون مورد قبلیمون هم که گزینه‌شو زدیم گزینه 4 بود. گزینه 4، اینم از این. پس میریم برای بعدی، تعیین کنیم موضوعی که نیامده در متن، موضوعش نیامده در متن. خب اولی گفته که درجه حرارت خورشید، اینو ذکر کرده بود. دوم، وجود زندگی در ستارگان، خب اینو ذکر نکرده بود، این نیامده بود. این گزینه ای است که در متن بهش اشاره نکرده بود. آیه ای از نشانه ای از نشانه های حکمت خداوند، بله گفته بود، مسافت خورشید نسبت به ما هم اشاره شده بود، نسبت به زمین. خب اینم از این. میریم برای شماره بعدی، تعیین کن خطا رو در اعراب و تحلیل صرفی. نجم آمده است
و میگوید اعراب و تعلیل صرفی این چگونه هستش. خب چون اسم هستش نقشش در کلمه مهمه. برمیگردیم به متن و ببینیم که نجم چه جایگاهی رو دارد. اینم نجم اقرب و نجم، یعنی در اینجا اقرب به نجم اضافه شده است و این نجم میشه مضاف الی. تمام، برگردیم ببینیم که در نقش چی گفته برای نجم. در اینجا که اشاره ای نکرده، فقط در گزینه گفته اسم مذکر، اینا همه درستن. اسم است، مذکر است، جمع مکسر و جمع مکسرش میشه نجوم، درست است. اسم است، مفرد هست، مضاف الیه هست و مضافش هم اقرب هست، اینم درسته. مفرد مذکر هستش، جمعش میشه انجم، هم میتونه نجوم هم انجم باشه، اینم جمع مکسر، درسته. و در این قسمت هم مفرد جمعش نجوم تا اینجا مشکلی نداریم، اما گفته است که چی؟ موصوف و صفت اونم اقرب هست، در صورت مضاف و مضاف الیه بود، نه موصوف و صفت. گزینه 4 گزینه خطا هست. به صورت سوالم باز دقت داشته باشید بچه ها که گزینه خطا رو میخواد. معمولا تو اعراب و تعلیل صرفی در کنکور و همچنین تثبیت یعنی حرکت گذاری صورت سوال رو دقت کنید که خطا رو میخواد یا صحیح رو. اگه خطا رو بخواد راحت تر خواهیم بود. اما بریم برای احترقت، باز هم خطا رو میخواد. خب گفته که ماضی میپذیریم، بله احترقت، مفرد میپذیریم، حروف اصلیش حرقه میپذیریم. دوم فعل ماضی میپذیریم، مفرد هستش، مفرد مؤنث، صیغه چهارم هست، برایش سه تا حرف اصلی است، طبیعیه که فعل ها سه تا حرف اصلی داره، اینم میپذیریم. فعل است میپذیریم، حرف تا یه حرف تا از حروف اصلیش هست، اینو گفته از حروف اصلیشه، دستایی که حروف اصلیش ه و حروف اصلیش اینه دیگه، حروف اصلیش پس حرقه است نه نه ترقه. به این شکل همین گزینه گزینه خطا هست، گزینه 3 گزینه خطا هست. و در مورد بعدی هم که مفرد مؤنثه، بله مذکرش احترقه هستش، بر وزن افتعلت کاملا درست است. گزینه 3 رو انتخاب میکنیم به عنوان گزینه خطا. بریم برای شماره 14 تعیین کن خطا رو در ضبط حرکات و حروف. حتما دقت داشته باشید که وقتی صحبت از حرکت گذاری هست، ضبط حرکات کلمات هست، دنبال وزنهای قیاسی حتما باشید، یعنی بابهای ثلاثی مزید مهمن، اون قالب بندی که دارن، چون بابهای ثلاثی مزید قیاسی هن، یعنی ثابت هست وزنشون، افعل یفعل و افعال، استفعل یستفعل و استفعال، اینها باید بهشون توجه بشه. مثنا نونش به چه شکل، جمع مذکر سالم نونش به چه شکل هستش، اینا رو بهش حتما دقت میکنید. مجهول ها چه فرمولی رو دارن، چه نوع ساختاری رو دارن، و کلا تو این مجموعه‌ای که مهم هستن به لحاظ وزنهای ثابت و حرکت گذاری بهش دقت میشه. خب بریم اینجا ببینیم خطا کجا داریم. خب ستونه مشکلی ما نداریم، ستونه مثل معلمونه است، یعنی اعداد و عقود مثل جمع مذکر سالم، نونشون نون مفتوح است، ایرادی برش نیست. یتعلمونه، تعلم یتعلم کاملا صحیح هستش، فعل ثلاثی مزیدمون هم درست ترجمه شده، پس من اینا رو مشخص میکنم، این ستونه درسته، تلامیز درسته، یتعلمونه درسته. و در گزینه 2 یحب درسته، زمدا کاملا درسته، یسافرو کاملا درست هستش، بلاده درسته، و مرتن اخرى اینا همه صحیح هستن. اتعلمو کاملا درسته، تعلم یتعلمو متکلم وحدش اتعلمو، عربیه ساعتین مصنص حرکت نونش درست هستش، ساعت هم درسته، اما سابعه سابعه این غلط، باز متاسفانه همون که ما نیاز داریم نمیتونیم بهش بپردازیم. خب اعداد ترتیبی قبلا اشاره شد که بر وزن فاعل میاد، اینجا می نویسیم اعداد، گزینه 3 شد انتخابمون، اعداد ترتیبی بر وزن فاعل می آیند، پس بنابراین اینجا باید بگه چی؟ سابعه سابعه نه سابعه، این
حرکت رو باید داشته باشه و همین گزینه گزینه خطا است. و همچنین تا ساعت اینم باید همطوری باشه، اینم به همین شکل. پس بنابراین اینجا می نویسیم سابعت و تا ساعت، این دوتا باید به این شکل باشد که نیامده است. خیلی خوب، همین گزینه رو انتخاب بکنیم و در گزینه دیگر هم که مجموعه که داریم کاملا دلیلانه، یساعدانه، مسافرینه، یحتاجونه، اینا همه درست هم. خیلی خوب، این هم از بریم برای شماره 15 تعیین کنید خطا رو نسبت به این مفرداتی که آمده است و چیزی که خواسته شده. خب در گزینه یک یسار رو داریم و ممنوع رو داریم، اوت زدشون رو بگید. خب زدشون هم درسته، یسار میشه یمین، ممنوع میشه مسبوح، یعنی مجاز، اجازه داده میشود بهش، این درسته. در شماره دو شعوب مفردش رو گفته که مفردش میشه شعبت، در صورتی که شعوب مفردش از شعبه، این غلطه، از شعب. شعب میشه و بنابراین غلط همین گزینه دو خواهد بود. آلهت هم که اله کاملا درست، اونایی دیگه هم سعی هستن، سنم و کبیر جمعشون میشه اسنام و کبار، اینا درست هم. و شماره بعدی هم که نامت رو داریم و موجد رو داریم که مترادفشون شده رقدت و مشتهد، اینا هم درست هم. خیلی خوب، این هم از این. و شماره بعدی تعیین کنید صحیح رو بر جای خالی. بعد حدثنا القرآن الکریم صحبت کرده است با ما قرآن کریم درباره زورآزمایی و درگیری پیامبران با قومشون. خب همین صحیحه دیگه، همین گزینه یک گزینه صحیح هستش. اما مورد بعدی اندمن، حالا بعد اون کلمه که میخواد بیاد تعام مثلا به معنای صحبت کردن آرام هست، ملایب، این اینجا ربطی نداره، اینجا باید رجعه بیاد، رجعه بذارید با رنگ قرمز چیز کنیم که این یعنی نیامده این مورد. بله رجعه باید بیاد. هنگام که مراجعه کردم من رو به معبد مشاهده کردم بت‌های شکسته شده رو. حاول ابراهیم ان یقذفه، یقذفه به معنی انداختن هستش، در صورت که ینقذو باید بیاد، ینقذو، ینقذو. حاول ابراهیم که البته اون انش هم اومده و این حرکت تغییر پیدا می کند و میشن ینقذ. تلاش کرده ابراهیم که نجات بده قومش از پرستش بت‌ها، پس این هم غلط هست، غلطه، این غلطه. و مورد بعدی هم علقت اومده که علقت به معنی آویزان کرد، در صورتی که اینجا ما کلمه که مناسب هستش رو باید قرار بدیم و اونم ازدادت هست، ازدادت، ازدادت. زیاد شد در ادیان مردم خرافات در طول عصرها و دورانها، ازداده رو میخواییم، اینم غلط هستش، این دوتا غلط هم. خب پس گزینه یک رو انتخابش کردیم. شماره بعدی تعیین کنید حرف نونی که مکسوره از همیشه، تنها نونی که مکسور از همیشه نون مسنا. سری میریم ببینیم کجا مسنا داریم، اینم مسنا اسفین، اسفین، این نونش همیشه نون کسره داره، مسنا، نون آن مکسور است، مسنا رو میخوام که در گزینه 4 داریم، اینم گزینه 4 که قبلی رو گزینه شد زدیم، گزینه 1 بود که زدیم. بله خب
بریم برای شماره بعدی 18 تعیین کنیم صحیح رو در صيغه های فعل ها. خب هؤلاء النساء این که به کلماتمونه، هؤلاء النساء جمع و مؤنث، جمله جمله غایب هستش، میگه این زن ها. پس بنابراین لا تسبرنه غلطه، این غلطه، باید بگه لا لا یسبرنه، یسبرنه جمع مؤنث میخوایم، این غلطه. اناس اسم جمع هست، اناس اسم جمع هست، اسم جمعه. پس ینظرو باز غلطه، اینم باید به صورت جمع بیاد، خود کلمه مفرده ولی اسم جمعه، یعنی معنای جمع میده، اینم باید بشه ینظرو، اینم غلط هستش. و بعدی ان الذین یتکاسلون، الذین جمعه، یتکاسلون جمعه، اما اینجا هما اومده، هما برای مثنا میاد، برای دو نفر میاد، ربطی نداره به یتکاسلونه و الذین که به صورت جمع هستن، اینم غلطه. و اما مورد چهار، یا اخوتی، اخوت یادتون باشه بس جمع مکسر اخ هست، یعنی مؤنث نیست، اخ دو نوع جمع داره، یکی اخوان است یکی اخوته، پس اون به معنی برادران است. خب ای برادرانم مشکلی نداریم، اجلسو بس جمع اومده و هیچ مشکلی نیست در گزینه چهار، گزینه چهار رو انتخابش میکنیم به عنوان گزینه صحیح. و اما شماره 19 مون تعیین کنید آنچه را که متفاوت است در ارتباط با ساعت. اولی میگه که ساعت 6:45 می نویسیم، 6:45 این درست. دومی هم میگه 6:45، این هم درسته، پس اینا صحیح هم، این هم صحیحه. مورد بعدی میگه 7:25، ساعت 7 منتها 25 کم، این غلطه دیگه، این غلطه، این گزینه غلط هست، 25 کم یعنی 6:35 هستش و این غلط میشه، چه 6:35. و بعدی هم که ساعت 7:15 کم که میشه 6:45، این هم درست هستش. خب پس گزینه خطای ما، متفاوت ما، گزینه 3 شد، گزینه 3 متفاوت است بچه ها. خب سوال 16 رو گفتید، باشه چشم، همین 20 رو هم بگیم، برمیگردیم سوال 16 رو باز بررسی می‌کنیم. خب شماره بعدی تو اعداد منظورتون هستش، اعداد دیگه جمع و تفریق و اینا رو باید قشنگ دیگه، تستای هوشی است و در کنکور هم ازش استفاده میشه این مدل و باید بهش توجه بکنیم. اینجا میگه که ستتن و خمسینه، یعنی 56، 56 جواب مناسب برای تمام عملیات حسابی، تمام عملیاتی که اینجا آمده هست به جز یکیشون نگاه میکنیم. خب 7 ضرب 8، خب 7 8 میشه چند تا بچه ها؟ 56 تا، این درسته. 24 یعنی 24 به علاوه 30 و 2، به علاوه 32، به علاوه 32 بازم میشه 56، این هم درسته. مورد بعدی میگه که 93 یعنی 93 منهای 37 یعنی 37 منهای 37. خب اینم چند میشه وقتی که منها میکنیم؟ اون 7 از 13 که میشود 6 و اونم 5، اینم 56ه، اینم 56 هست که درسته. خب میریم سراغ بعدی که گفته است معتان و اشرونه، یعنی
220 فقطان یعنی 200 و ایشون هم یعنی 220 تقسیم بر 4. خب اینو اگه تقسیم بر 4 بکنید 220 تقسیم بر 4 هرگز نمیشود 56 و همین گزینه گزینه غلط هستش. گزینه خطای ما همین گزینه هستش، گزینه 4 متفاوت خواهد بود. اینم از این که بحث ضرب و تقسیم و اینا هست. اما یکی از بچه ها سال 16 رو گفته که اشاره کنید بهش. سال 16 سال مفهومی است، یعنی کلمه شناسی است. کلمه مناسب رو باید برای جای خالی یا نامناسب رو انتخاب کنید. در اولی صراع به معنای درگیری هست، صراع به معنای درگیری هست، درگیری، کشمکش. خب این رو ما مناسب، این کلمه رو مناسب جا دیدیم، گفتیم که گفته است به ما قرآن کریم درباره کشمکش یا درگیری پیامبران با قومشان، این کلمه مناسبیه. اما سایر مواردش تهامسه به معنی آهسته حرف زدنه. آهسته صحبت کرد. خب این کلمه کلمه مناسب برای اینجا نیست دیگه. هنگامی که آهسته صحبت کردن مردم به معبد، مشاهده کردن بت‌های شکسته شده و اساس متنی که در کتاب درسی شماست میگه هنگامی که برگشتن مردم دیدن که بت‌ها شکسته شده. پس رجع مناسبه نه تهامسه. من مرادم این نیست که شما رجع تو ذهنتون باشه، مرادم اینه که این کلمه رو ببینید مناسب این جای خالی هست یا نه که مناسب نیست. و گفتم اون چیزی که مناسب هست اینه. منظور این نیست که شما حتما اونجا دنبال رجعه بگردید، این کلمه نامناسبه. یا اینجا مثلا یقذفو، یقذفو به معنای می اندازد، می اندازد، پرتاب می کند، میپرد. خب اینجا دیگه تلاش کرد ابراهیم که بیاندازد قومش رو از این، درست نیست. و اون کلمه‌ای که در متن هست اینه که نجات بده قومش رو از پرستش بت‌ها. و اینجا هم که علقت به معنای، علقت به معنای آویزان کرد، آویزان کرد. خب خود کلمه رو میبریم اینجا، آویزان کرد در ادیان مردم مناسب نیست. گفتیم این کلمات جای جایگزینش باید این کلمات بشه که مناسب باشه. خب اینا مناسب نبودن، بنابراین گزینه یک رو انتخاب کردیم. اینم از بررسی 20 تا تستی که در آزمون 23 مهر ماه 1400 قلمچی آمد که با هم به صورت آرام اون رو بررسیش کردیم و نخواستیم به صورت سرعتی ببینیم در چه فاصله زمانی اون پاسخ داده می شود. خب اینم از مورد امروزمون که یک یادآوری هم نسبت به موارد گذشته شد. پس تو ترجمه بچه ها علاوه بر اون فرمولی که اشاره کردیم، فزج من یعنی فعل ها، ضمیر ها، جمع ها، معرفه، نکره که دیدید خیلی داره استفاده میشه در ترجمه ها، بحث ترتیب کلمات، بحث اضافه کم کردن کلمات، بحث اعداد، اینا همه مهمه. اگه عددی اومده حتما ابتدا سراغ گزینه برید ببینید که کدوم گزینه اون اعداد رو درست یا غلط ترجمه کرده است. اینو تو بخش ترجمه. تو بخش اعراب تعریف صرفی اگر فعل اومد، فعلتون ثلاثی مزید بود، حتما بابش مهمه، سریع ببینید از چه بابیه. و اگر هم اسم بود، نقشش رو در اون متن کامپیوتری نگاه کنید ببینید چه نقشی هست و برگردید برید ببینید که آیا اون نقش در اون گزینه مطرح شده یا مطرح نشده است. تو ضبط حرکات هم، حرکت گذاری ها هم، حتما دنبال وزنای قیاسی بگردید، یعنی بابای ثلاثی مزید، معلوم مجهول، مثناها، جمع های مذکر سالم، این کلماتی که از این دست که یک وزنای ثابتی دارن، ببینید که آیا اون وزنها درست هستن یا نه، یا وزن اسم فاعل، اسم مفعول و اینطور موارد. خیلی خوب، این هم از بحث امروزمون که به این موضوع پرداختیم. انشالله جلسه آینده بحث اصلی و رسمی خودمون رو خواهیم داشت. خب اگر سوالی دارید بچه‌ها از من بپرسید. در غیر صورت خدا نگهدار شما.